همه گله میکنن آقای جوادی، آقای جوادی ما برنج ایرونی نمیتونیم در بیاریم، کل دنیا حسرت برنج ما رو میخورن، بعد ما برنج دیگر رو استفاده میکنیم. امروز بهتون یاد میدم برنج ایرونی رو اینجوری درست کنید برای 50 نفر 60 نفر. اولین کار قابلمه رو آب پر میکنیم. این آب هم مهمه، برنج ایرونی ریش زیاده، ری میکنه میاد بالا. همیشه سعی بکنید تقریبا 4 انگوش از بالای قابلمه‌تون خالی نگه دارید و سعی کنید آب زیادی توش بریزید که کاملا معلق باشه و برنج فرصت اینو داشته باشه که هم قد بکشه هم تو فضای تنگ نشکنه. اینا رو پس خواهشاً دقت کنید. تو اینم یه بار براتون برنج هندی درست کردم، یاد دادم، حالا میریم برای پر کردن این تا من بقیه توضیحات رو بهتون بدم. آب تا اینجا پر میشه، نمک هم به اندازه‌ای باید داخلش بریزید که شورش بکنه. میبینید این از این بس شد، آب و نمک. اما اگه به برنج ایرونی زیاد روغن بریزید داخلش خرابش میکنه، میداریم جوش بخوره، روغنم بهش اضافه میکنیم. اما در مورد این برنج ایرونی وقتی که توی آب ریخته میشه آبه باید قلقل بزنه، قلقل اینجوری، اگه نشه خراب میشه. این برنج هندی نیست، گازای استرالیا فشار نداره، حتی رستوراندارامون هم درست میکنن خراب میکنن. اینو من رفتم خریدم، میگفتن این تو استرالیا ممنوعه، ولی این پروداکت خود استرالیا هایپرشره، گازتونو میکنه فشار قوی، آتیشو اینجوری آتیش میدنه بیرون. اینو نیاز دارید بخرید. اینو من تو استرالیا تو محله دندنو خریدم، قیمتش هم خریدم 55 دلار، ولی به کار من میاد، شما هم به کارتون میادش. حالا اینو وصلش کنم و شعله زیر گاز رو بهتون نشون بدم. اینجا رو نگاه کنید، فشار رو میبینید؟ حالا اینجا رو ببین، این فشاره، برنج رو این جوش میاره. بس دقت بکنید که گازتون حتما فشار قوی باشه. تو همین بادی هم که هست اینجا من اینو براتون جوش میارم. میریم برای شستن برنجا. برنج ایرونی رو اول باید آب رو بریزی تو ظرفه، دوبار میشوریش لعابش که رفت، بعد آب اصلی رو میریزی و نمک رو اضافه میکنی. نمک هم اضافه کردنش راه داره که بهتون میگم. این از این. و باید چند تا نکته رو دقت کنی، همین کارا رو تو خونه هم میتونید بکنید. حالا ممکنه سوال براتون پیش بیاد چه آبی خوبه؟ بعضی آب داغ میریزن اشتباهه، بعضی آب سرد میریزن اشتباهه. آبی که هم دمای محیط باشه، آب شیر. الان البته هوای استرالیا خیلی سرده، همین الان که فیلمو براتون میگیرم هوا تقریبا 6 درجه است، اما این آبی که از شیر ما میاد تقریبا حرارتش خیلی مناسبه. برنجمون رو اضافه میکنیم. اینم برنج ایرونی کشت 2 نمبر 1. سعی میکنیم که توی ظرفا رو کاملا پر نکنیم. هر مقداری که ظرفامون تو مقدار زیاد بیشتر باشه برای خیس کردن خیلی بهتره. حالا توی این مرحله من میکروفونم رو بذارم اینجا، میریم برای پنجه زدن. میگاه کنید پنجه آروم، لهش نکنید، با دست پنجه بزنید و رهاش کنید. میبینید رنگ آب تغییر کرد. خب ببینید با یه پنجه زدن برنج ایرونی این شکلیه، لعابش مشخص میشه. دستتون رو باز میکنید، فقط شیکش میکنید، همین، رهاش میکنید. میام سراغ بعدی. ببینید من اون فزارم براش در نظر گرفتم، پنجه داره میخوره قشنگ. یکی دو دقیقه رهاش میکنم و آبشو عوض میکنم دوباره.
نمک ها رو اضافه میکنیم. این نمک، نمک رو که اضافه کردید یه پنجه دیگه میزنید نمک کاملا حل بشه. الان همین رنگ آب برنج برای من کافیه، هم شسته شده هم تمیز شده و همون چیزیه که مورد دلخواه منه. اوف، میگیم آب جوش باید اینجوری باشه، کاملا جوش باشه. روغنم زیاد بهش نمیزنیم، روغنم به اندازهی بهش میزنیم که یه مقداری رو سطح بیاد. اگر برنج روغن زیاد بزنید شکرندگیش بالا میره و برنجتون خرد میشه. ببینید برنج رو میتونی بگیری نگاه کنی خیس خورده، میبینی؟ حالا نکته ای که اکثر ایرونی ها برنج ایرانی رو توش ضعف دارن دقیقا زمان موندنش داخل آبه. اونم بهتون من قلقش رو میگم چیه و کامل میتونید شما دیگه برنج خوبی رو دم بخورید. داخل ظرفا من میشورم و میریزم برنج مونده رو. ببینید آبچشار رو روی نردبون گذاشتم، بهترین کار نداشید آجر زیرش بذارید، آبش کاملا رد میشه و میایم اینجا. اینم زیاد همش نمیدنیم، هر چند دقیقه یه بار فقط یه حرکت میدیم. به برنج من ضربه نمیدنم، سعی میکنم که آبو بگردونم و نگاه کنید برنجا کاملا شناوره. میبینید این برنج دونه دون در میاد، چرا؟ چون حجم زیادی داره دیگه، نگران نیستم جاش تنگ بشه، برنجم خورد بشه بشکنه. حالا بهش فرصت میدم تا ری کنه. خب این از برنجمون نگاه کنید. حالا میخواییم امتحان کنیم ببینیم آماده است یا نه. نگاه کنید اینجا رو ببین، یه اینجوری میکنیم این پاکش کن. خب برنج رو نگاه کنید، یه فشار میدیم بهش به راحتی له میشه، ولی هنوز مغزش حسابی جون نگرفته. اینجا رو هم نگاه کنید، میاید پای آبکش و دستتون یه کوچولو. این وقت اینجوری پاشید یعنی که آماده است. این از این، حالا اینو خالی بکنم میایم اینجا. از همین ثانیه دیگه برنج کارش تمومه. من اینا رو ظرف میبرم و میریزم توی آبکشم. راحت. این برنج تو برنج ایرونی برنج گلستانه که اینجوری میشه. نگاه کنید برنجو، همین الان اصلا پخته شده آماده است. برنج خوب ایرونی اذیت کردن نداره. حالا قابلمه رو بلند میکنم میبرم پای کار و میذارم همونجا. البته این مقدار از آبو من ور میدارم برای شستن برنجام، از همین آبیه که دارم. تا برنجامو تو قابلمه در بیارم با همینم میشورمش. برنج ایرانی بهترین راه شستنش اینه که بغل کارت بذاری و شروع کنی موقع شستن از آب خود برنج داخلش. با این کاری که میکنیم لعاباش میره پایین. برنج رو ببین نگاه کن. خب اینم از برنج. برنج رو سعی میکنیم وسط کار بریزیم، ببینید حتی اگه کم باشه زیاد باشه وسط و نکوبید فقط لبه قابلمه پرس بشه. ببینید من ضربمو به آبکش میزنم، بعدی رم بیارم و کارشو تمام کنم. خب اینم از این. برنج رو نگاه کنید از بالا بگیرید، نگاه کنید کپیه اینجوری رفته پایین. حالا چند تا دونه
چند تا دهن یه سیخ نگاه کنی، چند تا حفره وا میکنم، محفظه بخار. ببینید این برنج نامبر، من ندید بهتون میگم نامبر وان در میاد. حالا زیرشو کم کم میکنم و میریم برای دم کشیدنش. اینجاست که میگه باقلاوا لنگوری. به به به. حالا این از این میریم زردی درست کنیم. بهترین برنج برای زردی روی تاپه. میبینی؟ برنج هم هنوز کفگیر نخورده. اینو ببریم. من یه زردی باش درست بکنم. بذار یه ذره دیگه بردارم که بتونم برنجم رو دیزاین کنم. نگاه کنید برنج رو ببینید. این برنج هنوز روغنم نخورده. نگاه کنید. هنوز. حالا میریم برای زردی درست کردن. این برنج رو هم. میریم برای زردی درست کردن. اولین کاری که میکنیم برای زردی زعفرون رو بهش اضافه میکنیم و بعد اینکه کاملا همش زدیم بهش روغن اضافه میکنیم برای اینکه چی؟ شاین بشه، براق بشه. حالا این از این، چون اگه اول بهش روغن بزنید روغن خوب عمل نمیکنه. اول زعفرون رو میزنید، اتوبو زعفرون رو میکشه به خودش و بعد روغن میزنید، روغنه میره روش به عنوان کاور میمونه و یه کار خوب از آب در میاره. برای زردی هم سعی کنید زعفروناتون ببینید اینجوری روی زردی خودش رو نشون بده. چرا؟ همین که همه مطمئن میشن زعفرون رنگ نید و همین که کار خیلی قشنگتر انجام میده. حالا بذارید یه مقداری هم روغن بهش بزنم. حالا توی مرحله بعد روغن رو اضافه میکنیم. ببینید روغن یه مقداری که بهش اضافه میشه برنجمون هم، من به برنجم روغن نزدم حقیقتشون رژیمم. نگاه کنید ببینید تازه داره رنگش تغییر میکنه، چقدر قشنگ و شفاف شد. حالا بریم برنجمون رو دیزاینش کنیم. حالا بعضی میگن اما نوایی چه دستکش هستتون نمی کنین؟ شما این کار با دستکش میتونید انجام بدید؟ اما من توقع دارید من با دستکش انجام بدم؟ برنج ایرونی و زردیش. حالا میریم برای دیزاین تریدیشنال. یه کوپه کوچولو اینجا و یه کوپه اینجا و یه کوپه هم. برنجی اونم آماده شد و ببینید چه تدیگ مشتی داد. بیار جلو. میبینید اینم تدیگ باحال. یه تدیگ خیلی خوشمزه و کرانچی. عالیه. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و خرم باشید. یادتون نره فیلم های ما رو اشتراک گذاری کنید.